بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دانشجویان بسیار عزیز، سلام و درود خداوند بر همه شما. انشاءالله در هر جایی که هستین پیروز و سربلند باشین و از این فرصت پیش آمده در تعطیلات نهایت استفاده را ببرین و برده باشین انشاءالله. خب، در جلسه سوم از سلسله مباحث جرم شناسی دو در خدمت شما عزیزان قرار داریم. همونطور که در جریان هستین، در هفته گذشته ما در ارتباط با عوامل عمومی مجرمیت مباحثی مطرح کردیم و بعد بحث عوامل اجتماعی به صورت خاص آغاز کردیم و در بحث عوامل اجتماعی به دیدگاه‌های مکاتب پرداختیم که مکاتب و مکاتب اجتماعی البته در ارتباط با زمینه یا زمینه‌های ارتکاب جرم در جامعه چه نظر دارند. به اونجا ما چهار دیدگاه یا چهار مکتب مختصرا توضیحات دادیم: مکتب تبادل روانی یا تقلیدگرایی، مکتب جامعه شناسی اجتماعی آقای دورکیم، مکتب محیط اجتماعی و مکتب جامعه شناسی جنایی آقای انریکو فری. خب، هنوز هم بحث ما در سلسله مباحث عوامل اجتماعی است و می‌خوایم به یکی از محیط‌های تأثیرگذار بر تشکیل شخصیت انسان‌ها صحبت بکنیم که عبارت از محیط اجتناب ناپذیر است. من یک بار دیگه از باب تکرار احسن یک تعریفی از محیط بکنم که دوستان وارد بحث به صورت راحت تر بشن. ما در تعریف محیط گفتیم که محیط عبارت است از محدوده‌ای که انسان را احاطه کرده و تأثیرگذار بر تشکیل و تکمیل شخصیت انسانه. و به این نکته هم اشاره کردیم که محیط متفاوت از اطراف است. محیط در او قابلیت تغییر اصلا وجود نداره، یا اگرم وجود داشته باشه بسیار بسیار دشوار خواهد بود، برخلاف اطراف که در اطراف ما گفتیم قابلیت تغییر وجود داره. بنابراین مفهوم محیط بسیار مفهوم گسترده ای داره و زمانی که صحبت از محیط میکنیم، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، محیط اجتماعی، محیط سیاسی، همه را و محیط جغرافی همه را شامل میشه. اینها محیط هایی هستند که بر انسان ها تاثیر میگذارن. حالا در بحث محیط عوامل اجتماعی، ما یکی از محیط هایی که بسیار مهمه و میتوانه اگر درست مدیریت نشه زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراهم بکنه، بحث محیط اجتناب ناپذیره. من یادم است که در سمستر گذشته هم توضیحات مختصری در ارتباط با محیط اجتناب ناپذیر خدمت شما عرض کردم. در تعریف محیط اجتناب ناپذیر ما گفتیم که عبارت از محیطیه که انسان در ورود با ارادی از خود نداره و ناگزیره که در او به سر ببره، یعنی باید به صورت قطع و یقین در اون محیط حضور داشته باشه. خب، با توجه به این تعریفی که از محیط اجتناب ناپذیر داریم، طبیعتاً آنچه که در ذهن ما شکل میگیره که انسان‌ها ناگزیرن در اون محیط بسازن، اولین فاکتور چیه؟ فاکتور خانواده است. یعنی در بحث محیط اجتناب ناپذیر، اولین منزلگاه انسان یا اولین جایی که انسان به او تعلق پیدا میکنه و عالم هستی قدم میگذاره، محیط خانواده. و در این هم تردیدی وجود نداره که خانواده به عنوان پایه و اساس نظام اجتماعی میتونه مطرح باشه و هست. اگر محیط خانواده خدای نخواسته ناسالم بود، محیط خانواده متشنج بود، در محیط خانواده حرمت‌ها رعایت نشد، خب شخصیت انسان‌هایی که در اون محیط پرورش پیدا میکنن به همون شکل، به شکل ناآرام متشنج شکل خواهد گرفت و در نهایت این انتقال پیدا میکنه به جامعه و اجتماع و اجتماع از او آسیب خواهد دید. بنابراین بسیار مهمه که در بحث محیط خانواده همه ما متوجه این مسئله باشیم که خدای نخواسته نشه که در محیط خانوادگی ما توری رقم بخوره که زمینه ارتکاب جرم در آینده در جامعه فراهم بشه. چند
فاکتور مهم در بحث خانواده مطرحه که این فاکتورها اگر درست مدیریت نشه یقینا میتونه آسیب رسان به جامعه باشه و در نهایت زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراهم بکنه. ما اینها رو به صورت خلاصه و مختصر تلاش میکنیم خدمت شما ارائه بکنیم و تأکید ما بر دوستان همین است که حتما با قلم و کتابچه همراه باشن و برای خود یادداشت بگیرن که مباحثی احیانا اگر در اسلاید مشاهده نمیکنین حتما از یاد در یادداشت‌های شما او رو تکمیل بکنه، با تأکید بر این که به او کتابی هم که به شما معرفی شده حتما مراجعه بکنین که عمده مباحث ما از همون کتاب مجرم کیست و جرمشناسی چیست از تای زمان دانش است. خب اما در بحث خانواده، خب یک بار دیگه تأکید میکنیم اساس و پایه نظام اجتماعی خانواده. اگر خانواده سالم باشه جامعه سالمه، اگر خانواده ناسالم باشه طبیعتاً جامعه هم از او آسیب پذیر خواهد. حالا چه فاکتورهایی میتونه در آسیب رسانی به خانواده و اعضای خانواده مؤثر واقع بشه؟ اولین بحثی که در محیط خانواده وجود داره که بعد در بحث‌های روانشناسی جنایی هم احیاناً بعضی مواقع مطرح بحث است، بحث محیط متشنج خانوادهه. ما متاسفانه بسیاری از خانواده ها رو سراغ داریم که بگو مگوهای زیادی در میان اعضای خانواده به خصوص میان پدر و مادر وجود داره. خیلی از وقتها میشه پدر و مادر آنقدر با همدیگر درگیرند و دعوا میکنن و این دعوا و خشونت در منظر یا پیش روی یک کودک یا طفلی که در او خانواده هست اتفاق میفته. و وقتی که کودک این محیط متشنج رو میبینه، میبینه که پدر حرمت مادر رو نداره و مادر احترام پدر رو نمیکنه و بعد خانواده مملو است از پرخاشگری و توهین و تحقیر، شخصیت کودک اینگونه پرورش میده که یعنی زندگی همین، زندگی یعنی توهین کردن، پرخاش کردن، تحقیر کردن، دعوا کردن و بگو مگو کردن. اما اگر در طرف در جهت مقابل نگاهی بیندازیم، اگر محیط خانواده اما با محبت و مهربانی و صمیمیت باشه، خب شخصیت این مستقیما بر شخصیت کودک تأثیر میگذاره و این تأثیر گذاری میتونه در نهایت در آینده زندگی او مؤثر واقع بشه. من یک مثال کوتاهی هم بزنم که در سمستر گذشته هم یادم هست اشاره کردم، ولی اینکه شما این فیلم های خانوادگی که معمولا یا سریال های خانوادگی که در کشورهای خارجی ساخته میشه، اگر دقتی کرده باشین میبینین که یک زن و شوهر به شدت با همدیگر درگیرن، بگو مگو میکنن، اما به محضی که متوجه میشن کودکی وارد خانه شد یا فرزند از اینها ورود پیدا کرد داخل اتاق شد، بلافاصله دوباره میشن دو مرغ عاشق. هیچ اصلا انگار نه انگار که میان ازم چند سال پیش درگیری وجود داشته. چرا؟ چون میخوان به مخاطب این القا بکنن که دعوای ما بر روحیه کودک تأثیر مستقیم میگذاره. بنابراین حتی در بعضی جا کودک سوال میکنه که تو با پدر ما داشتی دعوا میکردی و مادر میگه نه ما فقط داشتیم با هم دیگر بلند صحبت میکنیم. چرا؟ چون نمیخوان در ذهنیت کودک نوعی از تشنج یا دعوا حک بشه. در این هم تردیدی وجود نداره، تردیدی وجود نداره که اعضای خانواده که در رأس اونها پدر و مادر باشن، امکان از اون نیست که همه چیز اونها با هم همخوانی داشته باشه، تمام سلایق از اونها، ویژگی های اینا مثل همدیگر باشه و هیچ مشکلی پیش نیاید. در بحث محیط خانواده بخوایم نخوایم اختلاف سلیقه وجود داره، بگو مگوها در میان خانواده ها وجود داره، اما این بگو مگوها نباید آنقدر زیاد بشه که از کنترل خارج بشه تا خدای نخواسته باز به مرحله بعدی که همون بحث از همگسیختگی خانوادگی به اون منجر نشه. متاسفانه ما بعضی وقتا میبینیم که در میان خانواده آنقدر مشاجرات و تشنج افزایش پیدا میکنه که این خانواده از هم میپاشه و اگر خدای نخواسته کودکی یا طفلی میان این جریان قرار داشته باشه، سرنوشت از او نامعلوم و به لحاظ روانی ضربه بسیار شدید و محکمی بر او بر پیکر از او وارد خواهد شد و نوعی عقده در او شکل خواهد گرفت. ما میخوایم اینجا یک دیدگاهی از فروید مطرح بکنم که او رو پدر علم روانشناسی هم همه میشناسن.
آقای زیگموند فروید چی میگه؟ میگه کسانی که در بزرگسالی مرتکب جرم میشن، این نتیجه همون عقده هایی است که در دوری کودکی بر اونها بار شده. این عقده ها به مرور زمان با کودک رشد پیدا کرده و وقتی که او بزرگ شده این عقده ها بیرون میزنه و در قالب رفتار انحرافی خود را نشان میده. این جرقه از کجا زده میشه؟ از درون خانواده. پس میبینیم که نظام خانواده یک نظام بسیار بسیار مهم و اساسی است که ما باید متوجه رفتار خود در درون خانواده باشیم. خب این دومین فاکتور بود. فاکتور سوم چیه که میتونه تأثیر داشته باشه؟ رابطه طفل با مادره. خیلی مهمه. اولین منزلگاه طفل آغوش مادره، بعد از که به این دنیا پا میگذاره، و مادر بیشترین تأثیر بر رفتار طفل میتونه داشته باشه، بخصوص در یک دوره زمانی خاص، بخصوص در یک مقطع زمانی خاص که همون سنین کودکی 3 یا 4 سالگی یا در نهایت 5 حتی تا 7 سالگی مادر تأثیر شگرفی بر رفتار کودک میتوانه بگذاره. خیلی وقتا هست که مادران چگونگی رفتار خودر در مقابل کودک متوجه نیستند و این رفتارها تأثیر منفی میگذاره. خیلی وقتا هست مادر روحی پرخاشگرانه داره. ما گاهی اگر دوستان حافظه اینا یاری بکنه، در سمستر گذشته ما صحبت از نوعی از پیشگیری کردیم، گفتیم یک نوع پیشگیری ما در جرم شناسی داریم به نام پیشگیری زودرس. در پیشگیری زودرس حرف ما، سخن ما اینه که والدین چه نوع رفتاری از اونها سر بزنه که باعث نشه که خدای نخواسته طفل به بیراهه کشیده بشه. خیلی مهمه که در همون آوان کودکی مادر چگونه رفتار میکنه، چگونه گفتاری از او بروز میکنه، با چه کسانی معاشرت داره، سبک پوشش مادر چگونه یه، اینها همه و همه بر رفتار کودک تأثیر میگذاره. خیلی از وقتا از شما کودکای 3-4 ساله نگاه بکنین، حتی در وقت خواب شدن پلوی پدر یا برادر یا خواهر بزرگتر نمیخوابن، بلافاصله تنها منزلگاه آرام، جایی که احساس آرامش من، آغوش مادر. در 4-5 سالگی وابستگی شدید به مادر دارن. حالا اگر مادر طوری بتوانه رفتار خود را تنظیم بکنه که رفتار مثبت باشه، یقینا طفل هم به نوعی از او تأثیر پذیر خواهد بود و در رفتار و حرکات آینده از او مؤثر هست. خب این سومین فاکتور. فاکتور چهارم چیه؟ رابطه طفل با پدره. ببینید دوستان، پدر دومین شخصیه که در شکلگیری شخصیت طفل نقش مهمی رو بازی میکنه. اول مادر، بعد پدر. حالا این نکته هم یاد شما باشه، پدر از منظر طفل به عنوان یک اسطوره بلا منازع شناخته میشه، به عنوان یک قهرمان تمام عیار دیده میشه. شما اگر ادبیات کودکانه رو نگاه بکنین، ادبیات گاهی کودکا که با هم بازی میکنن، شما دقت بکنین، من خودم به شخصه گاهی وقتا بازی های کودکار از نزدیک نگاه میکنم. یک کودک به خاطر از اینکه بخواد قدرت خود رو بر دیگران نمایش بده چی میگه؟ میگه بگذار که بابام بیاین تا من تو رو به بابا خود بلد بدم. یعنی چی؟ یعنی که همه چیز یا این موتر از بابا منه. با یک لحنی به کار میبره، با یک بیانی مثلا مطرح میکنه که نوع اقتدار از او سرازیر میشه. حالا خیلی وقت است متاسفانه پدران متوجه رفتار خود با کودک نیستن. من یک مثال بسیار ساده به شما بزنم، بعد خود شما بهتر درک خواهید کرد. ببینید، خب طبیعی است پدر یک روز از صبح تا شب رفته بیرون از خانه کار کرده، زحمت کشیده، خسته شده، خستگی شدید بر او مستولی شده. حالا عصر یا شب که به خانه میایه،
کودک با دنیایی از امید به سمت پدر میایه و پدر رو به آغوش میخواد بگیره و نوازش پدر رو داشته باشه، اما پدر از فرط خستگی کودک رو عقب میزنه. نه اینکه خدای نخواسته کدورتی داشته باشه داشته، نه، چون خسته همون لحظه متوجه رفتار خود نیست، ولی همون رفتار میتونه شخصیت کودک متزلزل بسازه، به نوعی شخصیت کودک تحقیر بکنه. پس اگر در بحث روانشناسی مطرح میشه، میگن وقتی که بیرون از خانه هستید و میخواهید به خانه بروید، هر چی در بیرون از خانه است پشت در خانه بگذارین. خستگی کار است، ناراحتی کار است، مشاجرات روزمره است، همه اینا رو بیرون از خانه بگذارین که وقتی که وارد خانه بشین با یک روحیه دیگری وارد بشین. اینا مهارت های زندگی است که ما باید به این مهارت ها بلدیت داشته باشیم. بنابراین پدر خیلی مهمه که در رفتار خود با کودک یک نوع تعادلی برقرار بکنه که هم شخصیت کودک رو حفظ بکنه و هم به نوعی اون محبت لازمه رو به اون منتقل بکنه. در مباحث روانشناسی اینها گاهی مطرح میشه، میگن پدرانی که زیاد به مسافرت میرن یا پدرانی که زیاد از محیط خانه دور هستن و نوعی تعاملی با عرشبت خدمت شما با اعضای خانواده خود به صورت درست ندارن، این پدران دارن ضربه شدید به کودک وارد میکنن و به نوعی بخشی از اون محبتی که کودک لازم داره به اون منتقل نمیشه و کودک به نوعی در رفتار خود دچار اختلال خواهد شد. و مباحث دیگری هم در بحث چی پدر هست، مباحثی که رابطه طفل با پدر وجود داره که دوستان ارجاع میدین هم به کتاب و هم به مقالاتی که احیانا در این زمینه میتوانه وجود داشته باشه. فاکتور چهارم یا فاکتور بعدی که بسیار مهمه در محیط خانواده که میتونه زمینه ساز رفتارهای انحرافی در نهایت در اجتماع باشه، بحث کمبود محبت در درون خانه بسیار مهمه. خیلی مهمه که اعضای خانواده به عنوان یک زنجیره محکم کنار همدیگر قرار داشته باشند. خیلی مهمه که وقتی که یک خواهر در درون خانه احساس میکنه که یک مشکلی برای از او رو شده، یک برادری داره که مثل کوه پشت سر از او استاده. خیلی مهمه که یک برادر وقتی که یک مشکلی پیش روی از او هست دیگه دغدغه‌ای نداره و مطمئن نمی که در خانه خواهری داره که میتونه با او درد دل بکنه و این بار کمک سبکتر بسازه. خیلی مهمه که همسری که در درون خانه هست مطمئن باشه که شوهر از او در بیرون از خانه به تمام معنا مواظب نظام و اساس خانواده هست. خیلی مهمه که شوهری که در بیرون از خانواده احیانا فعالیت میکنه خاطر به این باشه که اگر شب به خانه برمیگرده کسی هست که با روحیه باز و جبین باز از او استقبال بکنه. اینها همه و همه زمانی به دست میاد که در میان اعضای خانواده محبت وجود داشته باشه. اگر این محبت وجود نداشت، یقینا بخشی از زندگی با کمبودی مواجه خواهد شد و در نهایت میتونه تأثیر بد بگذاره. یک اصطلاح مشهور همیشه وجود داره دوستان، به یاد شما باشه، میگن اگر محبت در درون خانه نباشه، این محبت در بیرون از خانه جسور خواهد شد و در بیرون از خانه همیشه انسانهای خوب وجود ندارن، انسان‌های گرگ صفتی هم هستن که منتظر فرصتن تا شکار بکنن. بنابراین به این فاکتور هم باید توجه جدی بشه. یک بحث دیگری که وجود داره و میتونه تأثیر بگذاره در محیط خانواده، بحث تبعیض میان فرزندان دوستان. مسئله‌ای که متأسفانه در جامعه ما میتونه بسیار تأثیرگذار بسیار به چشم بیاد. متاسفانه خیلی از وقتا ما میبینیم اگر در خانواده دختری متولد میشه، پدر یا اعضای خانواده فکر میکنن کوهی از غم بر سر اونها گذاشته شده. اگر نمیفهمم خیلی کم اتفاق میفته، یا برعکس از اون هم میتونیم باشه که ببینه بعد منتظر است که فرزند دختری داشته باشه و باز پسر داره و بعضی از خانواده ها احساس. یک بحث اینه، بحث دیگه اینه که ما یک حدیث بیم، یک جرم شناسی دینی هم کار بکنیم. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که شما در میان فرزندانتان به عدالت رفتار بکنید،
حتی در بوسیدن آنها، حتی در بوسیدن آنها. یعنی نه اگر شما دو تا طفل در دوران خانواده، حالا فاصله های سنی باید در نظر گرفته بشه، یعنی منظور همون دو سه سال تفاوت سن نیست، اگر شما اطفال در اون خانواده هست و دارن یکی رو میبوسین، طفل دوم رو هم ببوسین. اگر یکی رو دو بار بوسیدین، طفل بعدی هم دو بار ببوسین. چرا؟ چون کودک بلافاصله در ضمیر از شکل میگیره که پدر یا مادر فلانی رو از ما بیشتر دوست دارن. چرا؟ چون رو دو بار بوسیدن. بنابراین این خیلی مهمه که تبعیضی که در میان فرزندان احیانا میتونه وجود داشته، این تبعیض به هیچ گاهی در درون خانواده ها شکل نگیره. کوچکترین تبعیض مساوی است با ایجاد عقده، و این عقده میتونه با کودک رشد بکنه و در زندگی اجتماعی از او تأثیر منفی بگذاره. که امیدوار هستیم که از این وضعیت همه ما و شما به دور باشین و انشالله این مسئله رعایت بکنیم. فاکتور بعدی که وجود داره در ارتباط با محیط خانواده، نداشتن الگوی مناسبه. خیلی مهمه که ما در درون خانواده تبدیل به الگوهای خوب بشیم. متاسفانه ما آنقدر کوتاهی کردیم، آنقدر ضعف در رفتار داشتیم که الگوی فرزندان ما به طور مثال بچه های فیلم شدن. یکی میبینی الگوی زندگی از امیتاباچان شده، یکی میبینی ماماتی شده، یکی میبینی الگوی زندگی از او نمیفهمم لیلا شده، یکی تولسی شده. حالا اینها چیه؟ اینها به دلیل که ما نتوانستیم در درون خانواده طوری رفتار بکنیم که دیگر اعضای خانواده به خصوص فرزندان ما رو به عنوان الگو قرار بده. و متاسفانه خیلی کم دیده میشه در میان ما که ما یک الگوی خوب باشیم که در نهایت کودک هم از ما بیاموز و رفتار یاد بگیره. این به این معنی نیست که وجود نداره، وجود داره، ولی خب به تناسب وضعیتی که ما در محیط‌های اجتماعی متأسفانه مشاهده می‌کنیم بسیار محدوده و چشمگیر نیست. بنابراین خیلی مهمه که ما در بحث خانواده الگوهای مناسب داشته باشیم. فاکتور دیگر اینه که اگر خدای نخواسته یکی از اعضای خانواده مجرم باشه، یقینا بر دیگران تأثیر میگذاره. ما در بعضی از خانواده ها متاسفانه میبینیم که حالا با توجه به شرایط اجتماعی، یکی عضوی از خانواده تبدیل به یک انسان منحرف، یا به تعبیر عامیانه ما و شما تبدیل به انسان قروتکی شده. حالا این انسان قروتک در محیط خانه میتونه تأثیر بگذاره بر کسانی که از او پایین تر هستن، یا کسانی که معمولا خواهر یا برادری که بعد از او وجود دارن. رفتار از او، سبک پوشش از او، سبک گفتار از او به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روحیه اعضای سایر خانواده هم میتونه چی؟ تأثیر بگذاره و تأثیرات از او هم میتونه منفی باشه. فاکتور بعدی اطفال منحصر به فردن. دوستان در بحث اطفال منحصر به فرد، مسئله اینه کودکی که در درون خانواده وجود داره یا حضور داره، بنا به دلایلی توجه بیش از حد به او میشه، یا بنا به دلایلی به او توجه کمتری صورت گرفته. یکی دو تا مثال رو میزنیم. بعضی از یک نوع از اطفال منحصر به فرد اطفال تک فرزندن. در محیط یک خانه، یک پدر و یک زن و شوهری بعد از مدت‌های صاحب فرزندی شدن، بنا به دلیل دیگه صاحب فرزند نشدن. حالا این پدر و مادر تمام تلاش خود را می‌کنن که آنچه که محبت در روی زمین هست به پای این کودک نثار کنن. این اشتباهه. هر جا میخوای او رو میبرن، هر چی میخوای بر از او مهیا میکنن، هر چی میخوای بر از او میخرن. کسی حق نداره بر از او کوچکترین حرفی بزنه. بالا چشم از او نباید کسی بگه بالا چشم تو ابرو هست. هیچ کس اجازه نداره بر از او کوچکترین آسیبی وارد بکنه. خود از اونها هم تمام تلاش خود رو که تمام محبت روی زمین به پای از کودک بریزن. ای به لحاظ شکل گیری شخصیت کودک بسیار خطرناک.
بسیار خطرناک. چرا؟ چون کودک همیشه قرار نیست در محیط خانواده زندگی بکنه، این کودک همیشه قرار نیست کودک بمانه، این کودک قرار است که فردا در محیط اجتماع ظهور پیدا بکنه و کار بکنه. و حالا شمایی که در کودکی همه چیز رو به پای از او ریختین، در وقتی که وارد زندگی اجتماعی بشه دیگه اونجا محیط خانواده نیست، اونجا همه دیگه پدر و مادر نیستن، یقینا برای به دست آوردن هر چیزی دیگه همون سبک خانواده رو در پیش میگیره و انتظاری داره که از خانواده انتظار داشته و در محیط بیرون از خانه چنین چیزی مهیا نیست. وقتی که برای از اون مهیا نباشه، چرا؟ در کودکی همه چیز خواسته به دست آورده، در بزرگسالی نمیتونه به راحتی به دست بیاره، یقینا میره به سمت رفتار انحرافی، یقینا در درون اجتماع یا گوشه‌گیر خواهد شد یا انسان خطرناکی خواهد شد به هر شیوه ممکن. چرا؟ چون در کودکی عادت کرده که هر چی خواسته به دست آورده. در روانشناس ها چی میگن؟ میگن بعضی وقتا اگر کودکان گریه میکنن، فریاد میکشن که فلان شی را به دست بیارند، شما به اونها ندین، هر چقدر که گریه میکنن به اونها ندین. چرا؟ چون کودک بدانه که هر چیزی نمیتونه به دست بیاره، باید برای زندگی مبارزه بکنه، باید با مشکلات روبرو بشه، همه چیز نیست که به اختیار کودک قرار داشته باشه. حتی در بحث تنبیه کودکان، گاهی کودک باید تنبیه بشه تا بفهم زندگی همه زندگی تنها ملایمت نیست، سختی های خود رو هم میتونه داشته باشه. یک نوع طفل منحصر به فرده. یک نوع طفل منحصر به فرد پسریه که در میان چند دختر متولد میشه، که ما در بعضی از خانواده ها، در بعضی البته در همه این گونه نمیتونه باشه، پسری که در میان چند دختر متولد میشه از نگاه روانشناسان کودکیست نونور و به اصطلاح ما و شما بسیار انه، خوی و بوی دخترانه میگیره. چرا؟ چون پدر و مادر از او جرأت نمیکنن او رو وارد محیط کوچه و بازار بگذارن و در نهایت در محیط دخترانه و زنانه بزرگ میشه و در نهایت بعضی از خصوصیات دخترانه در او پرورش پیدا میکنه و در بزرگسالی میتونه بر از او دچار مشکل بشه. یا بر دختری که در میان چند پسر متولد میشه، این هم به نوعی انه و نونور بار میایه. و چرا؟ چون معمولا برادران و نسبت به او احساس غیرت و احساس مسئولیت به اونا دست میده و تلاش میکنن که بسیار مراقب باشن، هرچی میخوای به اختیار از او بگذارن، هر کدام به شیوهی او را مراقبت بکنن. بنابراین با یک روحی نازدانگی پرورش پیدا میکنه که این هم میتونه در آینده، در زندگی اجتماعی آینده از او که اگر بخوای ورود پیدا بکنه با مشکل روبرو بشه. خب مباحث بسیار زیاد دیگری هم وجود داره، با توجهی که زمان ما هم سپری شده، امیدوار هستم که نکاتی که خدمت دوستان اشاره کردیم به درستی برداشت کرده باشند. و باز هم تأکید میکنم که حتما به کتاب مراجعه بکنن، مباحث مفصلتر و تفصیلی در بحث عوامل عمومی مجرد و عوامل اجتماعی وجود داره، دوستان مطالعه بکنن تا انشالله اینها در کنار همدیگر تکمیل بشه. امیدوار هستم که هر کجایی که هستین شاد و موفق باشین و السلام علیکم و رحمت.